آقای مددی، تیم شما امروز هشتمین شکست پشت سر هم رو تجربه کرد. به نظر خودتون این آمار فاجعه بار نیست؟ فاجعه کدوم فاجعه؟ باخت مال مرده. بعدم فاجعه این زمینیه که توش فوتبال بازی میکنه. یعنی شما به این میگی زمین فوتبال. بوس باش میپیچه تو. اینجا فقط باز کشید زیر توپ. اونا کشیدن زیر توپ گل شد. ما کشیدیم زیر توپ گل نشد. ها فکر نمی‌کنیم با این همه بازیکن خوب بعد نتایج بهتری بگیرید؟ بازیکن خوب ما بازیکن نداریم. تو تیم حریف پشت پیرن بازیکن برزیلی نوشته جرزینیو. تن و بدن آدم می‌لرزه. او وقت اسم بازیکن منو نگاه کن. شاهین قنچه شونده. یعنی تا ورزشگاه اسمشو اعلام کنه ما دوتا گل خوردیم. جونم آقای مددی، شما در طول بازی مدام با داور جر و بحث میکردید. این کار تمرکز تیمتون رو با هم نمیریزه؟ قربونت برم، داور که با 1.40 متر و 98 کیلو وزن فقط وسط زمین قل میخوره. بعدم اومده سوت زده، کارتشو گرفته جلو ناف بازیگر 2 متری من. خب بازیکن من از اون بالا چجوری تشخیص میده رنگ کارت چیه؟ آقا مدیر عامل باشگاه قبل از بازی گفته بود در صورت شکست در این بازی در اولین جلسه هیئت مدیره درباره برکنی روی شما تصمیم گیری میشه. نظری نداری؟ اکثر جلسات ما چون تو چلو کبابی برگزار میشه، دوستان خیلی دوست دارن هی جلسه بذارن. منم خیلی وقت پیش باس برکنار میشدم. اونتا چون اینا بعد نهار یه مقدار سنگی میشن و وامیدن، این قضیه کم به تأخیر افتاد. آقای مددی، به نظر شما درگیری فیزیکی با هوادارا تو شأن یه مربی هست؟ نه، این درگیری فیزیکی نبوده، دفاع خود بوده. ما هر دفعه رفتیم شیشه اتوبوسمون رو خورد کردن. این دفعه با تانک رفتیم. دیدیم که لیدرهای تیم حریف با RPG 7 وایستن. چون بعد این سومین تیمیه که به دسته پایین تر میبرید آخه. فکر نمیکنید بهتر یه فصل استراحت کنی؟ نه، من اتفاقا خیلی عملم خوبه. اصلا نیاز به استراحت هم ندارم، احساس خستگی هم نمیکنم. واسه اینکه وقتی این خنده ها رو لب شما میبینم خستگیم در میره. ببینید، همین که شما خوشحالین، همین که من میتونم خنده به لبتون بیارم. تمام مربیای بزرگ فوتبال یه روز فراموش میشن، ولی چالی چاپلی نمیشه. تو آقای مددی، به عنوان حرف پایانی شما نمیخواین دفاعی از عمل کرده خودتون داشته باشین؟ من حالا که خنده رو لباتونه یه جوکی یادم اومد بگم. میگن که روز مرد خانومه به شوهرش میگه عزیزم دوست داری واسه روز مرد جوراب واسط بخرم یا سهام تیم مددی رو؟ مرده میگه که همون جوراب بخر چون دیرتر سوراخ میشه. ما ببین چیا واسه خمسید. شما هم اونجوری نخند انقدر شدید، برای اینکه یه دفعه رگ چیزی پاره میشه همین شکلی میمونید. آقای مددی، در ضمن دو تا از باشگاه‌های اسپانیا گلزن اصلی تیم شما رو خواستن، در این باره یه صحبتی می‌فرمایید؟ به خاطر گلاش نخواستن، به خاطر شادی‌های بعد گلش خواستن. دیدی چه جوری شادی بعد گل می‌کنه؟ هر وقت گل می‌زنه ما می‌میریم.